شما سخنران هستید و روی صحنه در حال حرف زدن برای مخاطبتونید. در چنین شرایطی 55% پیام‌های شما از طریق زبان بدن منتقل میشه، 38% از طریق صدای شما و 7% از طریق کلمات و لغات شما. مزخرف محضه. شما داری مذاکره میکنی، برای اینکه تو این مذاکره برنده بشی، موفق بشی، منافع بزرگی رو از روی میز مذاکره به نفع خودت جمع کنی، 55% باید حواست به زبان بدنت باشه، 38% باید حواست به صدات باشه و 7% هم باید توجه کنی به کلمات و لغات. خزعبل محضه. در ارتباطاتت با آدما توی جامعه، در خانواده، روابط کاری، غیر کاری، 55% زبان بدن نقش داره، 38% صدا نقش داره، 7% هم عبارت ها و کلمات. این یک خطای محضه که به اندازه‌ای در صنعت آموزش ایران تکرار شده دیگه واقعا میشه صادر، یعنی اگر ما بیایم این مبحث رو صادر کنیم، وابستگیمون به صادرات نفت واقعا از بین میره. اما چرا مزخرفه؟ چرا بیعسه؟ من حدود 15 ساله از زمانی که دیگه تو حوزه آموزش‌های سازمانی به ویژه و آموزش‌های مؤسسات، دوره‌های دی بی ای، ام بی ای و کار سخنرانی و مذاکره و حضور در جلسات، کلن تو دورانی که به اصطلاح کالسکچی بودم، به شدت دارم با این مزخرف مبارزه میکنم. به بسیاری از افراد گفتم، به خیلی از همکارانم گفتم که این جهل رو گسترش ندید در جامعه. 2-3 تاشون انصافا پذیرفتن، اگر خواستید بعداً نام اونها رو هم میگم. اما همچنان هر کسی که پا میذاره به صنعت آموزش، هر کسی که مدرس نماست و تصمیم میگیره که خب من برم بشم مدرس، آموزش بدم، سخنرانی کنم، یکی از اولین چیزایی که باش آشنا میشه همین فکر غلطه و یکی از اولین چیزایی که تصمیم میگیره آموزش بده همینه. یعنی هر خالطوری امروز شما برید پیشش بگید که یه موضوع درباره ارتباطات بگو، احتمالاً یکی از مباحث اولش اینه که در روابط و نمیدونم مذاکرات و متقاعد کردن آدم ها و در سخنرانی و فن بیان و غیره، 55% زبان بدن نقش داره، 38% صدا و 7% واژه ها و عبارت های شما، یعنی محتوای کلامتون. حالا من براتون میگم که چرا این پدیده یک مزخرفه. ببینید، اونایی که درستش رو به شما نمیگن، اونایی که این جعل رو جای علم اصیل میفروشن به شما، اونا به شما دروغ نمیگن، علل اغلب مزخرف میگن، یعنی نمیدونن درستش چیه، خیال میکنن که این درسته. دلیلش چیه؟ چون بارها تکرار شده. اما تکرار جای واقعیت رو نمیگیره. من براتون ریشه هاش رو میگم. شخصی به نام آلبرت مهرابیان از دانشگاه UCLA، ایشون در سال 1967 پژوهش‌های انجام داد و در 2 مقاله اونها رو منتشر کرد. نام مقالات، الان اصل مقالات جلوی منه، Decoding of Inconsistent Communications، این یکی از مقالاته. مقاله دوم Inference of Attitudes from Nonverbal Communication in Two Channels. این دوتا تحقیق هر دو در سال 1967 انجام شد و منجر شد به این ماجرای این فرمول بندی 55-38-7 که حالا من بهتون میگم چرا این برداشتی که ما داریم غلطه و چرا این آموزشی که داده میشه در سراسر کشور مزخرفی بیش نیست. ببینید، تحقیقی که انجام شد چی بود؟ تحقیق اول مهرابیان. در این تحقیق تعدادی
دانشجوی خانم. اصلا یکی از مشکلات این پژوهش این بوده که در اون فقط و فقط خانم ها حاضر بودن. این مسئله اول که بعد چطور میشه تعمیمش داد به همه مردم، به همه ارتباطات. فقط و فقط تو خود تحقیق میگه female undergraduates، دانشجوهای خانم. 9 تا کلمه رو برای اینا پخش میکنن که روی نوار ضبط شده بوده. اون 9 کلمه چی بوده؟ thanks، honey، dear، really، maybe، oh، don't، brute، terrible. 9 کلمه در یکی از این تحقیق ها. این 9 کلمه روی نوار پخش میشه و در تحقیق بعدی چهره افراد هم هست به صورت عکس. اشکال دوم این تحقیق چی بوده؟ این بوده که ستینگش اصطلاحاً خیلی تصنعی بوده. یکی از نقدهایی که دانشمندان وارد کردن اینه که فضاسازی که برای تحقیق شده خیلی تصنعیه. یعنی چی؟ یعنی اولا صدا داره روی نوار پخش میشه، آدمی نیست با حضور کاملش که حرف بزنه، صدای این واژه ها داره شنیده میشه، و دو تصویری که داره از اون آدم دیده میشه صرفاً عکس های سیاه و سفید هست. عکس های سیاه و سفید از زنان، خوب دقت کنید، برای زنان. یعنی فقط و فقط زنان تو این تحقیق بودن هر دو طرف. مسئله بعد کجاست؟ بسیاری از احساسات در این 9 کلمه پوشش داده نمیشن، صرفا چند احساس رو تونستن با این واژه ها بیان کنن. نکته بعد کجاست؟ نکته بعد اینه که یک ایرادی که وارد شده به مهرابیان اینه که اعداد 55، 38 و 7 رو از ترکیب این دو تحقیق به دست آورده که خب خیلی محل اشکال بوده. گفتن شما چطور میتونید دو تا تحقیق مجزا رو، دو پژوهش ساینتیفیک مجزا رو بریزی رو هم و برسی به این اعداد 55، 38، 7؟ این ایراد یا نقد دیگری که دانشمندان وارد دونستن به این پدیده. موضوع دیگه چی بوده؟ موضوع دیگه این بوده که در اون یکی از این دو تحقیق، در یکی از اونها که به اصطلاح بدن یا چهره افراد در قالب عکس‌های سیاسی دیده می‌شده، فقط و فقط حالت صورت مد نظر بوده. یعنی مثلا در یک تصویر فرد اینجوری بوده، در یک تصویر اینجوری بوده، در تصویر دیگه به این صورت. عکس سیاه‌سفید بیانگر احساس و نه آدمی که در واقع داره هنگام صحبت کردن احساسات و عواطف و هیجاناتش رو بیان میکنه و منتقل. در ضمن در تحقیق مهرابیان فقط و فقط فیشال اکسپرشن یا حالت صورت مطرح بوده، اصلا صحبت از بادی لنگویج نبوده که دست و نمیدونم حرکت و پا و پاسچر و نمیدونم حرکات سر، هیچ کدوم از اینها. فقط عکس از صورت، یعنی فیشال اکسپرشن. و اتفاقا این یکی از ایرادهای دیگه تحقیقه که گفتن چرا شما به ابعاد دیگه بادی لنگویج توجه نکردید، به ویژه اخیراً که یک پژوهش روانشناسی ثابت کرده تشخیص احساسات صرفاً از روی صورت و بدون توجه به سایر ابعاد زبان بدن ما رو به گمراهی میکشونه. مسئله دیگه کجاست؟ اینه که این کلماتی که من گفتم توسط زنانی گفته شده، روی نوار ضبط شده. یعنی چی؟ یعنی همه این ایرادها رو بذاریم حتی کنار، اون چه که مهرابیان میگه که خود این آدم هم به تنگ اومده از سوء برداشت هایی که نسبت به نظریه شده. توی پژوهشش چی میگه؟ میگه total liking، یعنی علاقه ای که در اون آدم مخاطب ایجاد میشه، مساوی با
علاقه ای که 55% علاقه ای که نسبت به facial expression، احساسی که صورت منعکس میکنه، به اضافه 37% 38% صدا، لحن و تونالیته و حالت، به اضافه علاقه ای که اون آدم در وجود شکل میگیره در نتیجه شنیدن اون کلمات. و اصلا صحبت از بادی لنگویج، کل بادی لنگویج نمی کنه، فقط یک بودش یعنی فیشل اکسپرشن. حالا نکته اینجاست، اگر تمام ایرادهای علمی رو هم بذاریم کنار، برداشتی که از نظریه دکتر مهرابیان میشه کرد اینه، هر جا که زنان، این برداشت درسته، خوب دقت کنید بعد ببینید که چه چیزی رو، یعنی گنجشک رو رنگ میکنن جای قناری میفروشن چیه، هر جا که زنان دارن با تک کلمه ها بیان احساس و نگرش میکنن، 55% تأثیر نشأت گرفته از زبان بدن، 38% منتج از صدا و 7% نتیجه گرفته شده از واژه ها و عبارات. من یه بار دیگه میگم، نتیجه تحقیق مهرابیان اینو میگه، هر جا که زنان دارن صحبت میکنن و یک واژه رو بیان میکنن و با کمک اون واژه احساس یا نگرشی مطرح میشه، 55% حالت صورت، 38% لحن و آهنگ و بلندی صداست، 7% خود اون تک واژه. حالا این کجاش ربط داره به این که در مذاکره 55% زبان بدن نقش داره، در سخنرانی 55% زبان بدن نقش داره؟ چطور میشه از چنین پژوهشی به این استنباط غلط رسید؟ شما اگر دیدید یه جا زنی نشسته یک کلمه رو داره میگه و با اون کلمه احساس و نگرشش رو بیان میکنه، مثلا به این صورت: خستم، فقط و فقط در این حالت میتونید بگید بر اساس نظریه مهرابیان 55% زبان بدنش نقش داشته، البته در حقیقت درست بخوایم بگیم 55% حالت صورتش نقش داشته، 38% حالت صداش و 7% خود اون تک کلمه. ببینید اصل موضوع چی بوده، اما چه چیزی ارائه میشه. چرا؟ چون نمیرن بخونن. چرا؟ چون ارتباط حضوری و حصولی، ارتباط دقیق با عالم علم بین این مدرس، به اصطلاح مدرسان شبیه العلمای ما، وجود نداره. و دیگه اینقدر اینو گفتن، این نظریه رو به غلط حقنه کردن، که واقعا بتکونیش خاک بلند میشه ازش. و خیلی ها تا میگی پنج، میگی این مسئله داره غلط، نگو مهرابیان گفته. خب شما یه بار رفتی بخونی خود مهرابیان واقعا چی گفته، اصلا ایرادات علمی به کنار، مشکلات اپیستمولوژیک یا معرفت شناختیش اصطلاحا به کنار، حرفش اصلا این نبوده مهرابیان. و خیلی وقتا گمراهی ایجاد میکنه این برداشت غلط از این تئوری بحث برانگیز. گمراهی که ایجاد میکنم اینه که طرف با خودش میگه که خیلی خوب، اصلا من برای اینکه تو روابط هم موفق بشم، در کامیونیکیشن موفق بشم، در پرسویژن، در نگوشیشن، در پابلیک سپیکینگ، در فن بیان، در سخنوری، در اینها اگه میخوام موفق بشم، کاری نداره که 55% زبان بدنه، 38% هم که صداست. من اگه این دوتا رو یاد بگیرم 93% راه موفقیت رو رفتم، 7% دیگه رو بریز دور. این گمراهیه که من به شما میگم. شما کدوم سخنران رو دیدید که دلیل اصلی موفقیتش زبان بدن و صدا باشه؟ زبان بدن مهمه؟ بله. حالت صورت مهمه؟ بله. صدا مهمه؟ بله. اما این نظریه اینو نمیگه. این نظریه چنین برداشتی که ازش میشه غلطه. زبان بدن رو یاد بگیرید، صدا کار کنید، واژه ها کلمات رو باید تقویت کنید، اصلا تردیدی نیست. اما این برداشت غلط رو به دیگران آموزش ندید.
سعی کنید روحیه مزخرف ستیزی رو در وجودتون تقویت کنید تا علم بیاد و جای شبه علم رو بگیره. به اندازه‌ای تکرار کردن، متاسفانه مدرسی از کانادا می اومد، زمانی با ما همکار بود، می رفتیم سر کلاس این ور اون ور، ایشون هم همین رو درس می داد. من بهش می گفتم، می گفت نفر قبلی هم همین رو گفته، به من هم همین رو آموزش دادن و نخونده بود اصل ماجرا رو. متاسفانه و حتی به شوخی بخوام بگم متاسفانه تر، کسی که چهره ماندگار شد در کشور ما، به عنوان چهره ماندگار شناخته شد، در کتابش اینو به عنوان یک نظریه ارتباطات مطرح میکنه و میگه شما در روابط و ارتباطاتتون 55% نقش رو زبان بدن بازی میکن. آقایونی که اسم خودتون رو گذاشتید اهل علم و تفحص و تعقل و بررسی و مطالعه، اونایی که اسم خودتون رو گذاشتید سخنور و سخنران و معلم، خواهش میکنم شما رسالت دارید که اصل علم رو بخونید. شما رسالت دارید خواستگاه اون چیزی که دارید دربارش حرف میزنید رو مطالعه کنید، وگرنه در دام بولشت یا مزخرف اسیر و گرفتار میشیم. شمایی هم که الان دارید این ویدیو رو میبینید، یه بار از حالا به بعد بیا به جای تکرار کردن، به جای بلغور کردن فکر کنیم. رفرنس رو من گفتم، این دوتا مقاله مهرابیان رو برید بخونید، ببینید اون چی میگه و یک کلاغ چل کلاغ چه چیزهایی گفته. و از حالا به بعد کمک کنید. خود من تو تمام این سالها دارم سعی میکنم این تصور غلط رو از ذهنها خارج کنم و شما هم بیایید کمک کنیم، بیایم هممون آلرژی پیدا کنیم. آلرژی چیز بدیه، درسته؟ ولی آلرژی به حرف مفت چیز خوبیه. من خودم آلرژی دارم به حرف مفت، آلرژی دارم به مزخرفات و خزعبلات. بیایم این آلرژی رو در جامعه باعث شیوعش بشیم. به جامعهمون کمک میکنه، به تصمیم گیری هامون کمک میکنه، به ترویج و نشر علم کمک میکنه. لازمه که واقعا همه ما امروز دست از هرزگویی و هرزنویسی برداریم، با مزخرفات محاجه کنیم. از این به بعد دیگه، از این لحظه که این ویدیو قراره تموم بشه، شمایید و فکر کردن با آنچه من گفتم، کنار هم نشاندن تمام ادله و بعد نتیجه گیری کردن. اگر مورد قبولتون افتاد استدلال های من و ریشه های تاریخی و منابعی که گفتم، لطفاً کمک کنید دیگران هم از خواب غفلت بیدار بشن.